به نظر شما کدوم بازی بهترین بازی سال 2023 میشه؟ بعد از اینکه جف کیلی نامزدهای بهترین بازی سالو اعلام کرد و حضور استارفیلد در میان نامزدها واقعی نبود و همونطور که انتظار می‌رفت کیک بود، یه بحثی بین جامعه یه گیم و گیمرها راه افتاد که کدوم بازی میتونه امسال جایزه رو ببره. بین نظراتم خب تنوع زیاده دیگه. یکی میگه حق بالدوره، اون یکی میگه زلدا بازم میبره، از اون طرف یکی دیگه میگه آلن ویک رو دست کم گرفتینا. این بازی‌ها به کنار، طرفدارای رزیدنت ایبل 4 هم کم نیستن و در نهایت هم ماریو و اسپایدرمن 2 هم زیرپوستی و سوسکی بین نامزدها برای بردن جایزه کمین کردن. مراسم گیم وارز تو تاریخ 17 آذر ساعت 4 صبح که میشه جمعه برگزار میشه و علاوه بر معرفی برنده های بخش های مختلف که گل سرسبدشون بهترین بازی ساله، کلی تریلر و معرفی بازی هم داریم که امسال ممکنه تریلر جی تی 6 هم بینشون باشه و اخبار مراسم امسال رو کاملا بوم بتره کنه. میگم یه لایک بنداز پای ویدیو تا یه تاریخچه سریع از برنده های گوتی برات بگم. لایک کردی؟ نکردی که ببین انگشتتو اینجوری بزن، اینجا زدی؟ ایول، پس برو بری. اگه بخوام برنده ها رو مرور کنم باید برگردم به اولین سال این مراسم، یعنی سال 2014 که بازی Dragon Age Inquisition اولین برنده ی این جایزه شد. تو سال 2015 Witcher 3 Wild Hunt جایزه رو مال خودش کرد که خب واقعا هم حقش بود و رقیب قدری مثل Bloodborne داشت. سال 2016 جایزه به Overwatch رسید که با حرف و حدیث‌های زیادی همراه بود، اونم به خاطر حضور رقبایی مثل Uncharted 4، Inside و Doom. سال 2017 بازی The Legend of Zelda Breath of the Wild رقیباشو کنار زد و نینتندو یا جایزه رو مال خودشون کردن. سال 2018 که یکی از جنجالی ترین سالای این مراسم بود و God of War تونست مچ Red Dead Redemption 2 رو بخوابونه و یکی از پربحث‌ترین جایزه ها به پلی‌استیشن یا رسید. اسپایدرمن هم نامزد دیگه شون توی همین بخش بود. سال 2019 هم دستپخت فرام سافتویر یعنی سکیرو شادوز دای توایس تونست این جایزه رو مال خودش کنه. سال 2020 هم پلی‌استیشن با دلست آواسو کاملا قابل پیشبینی جایزه رو برد، گرچه که گستاف سوشیما و هیدیس هم جزو نامزدا بودن. سال 2021 جوزف فارس با بازی It Takes Two تونست دل همه رو ببره و جایزه رو به یه بازی متفاوت برسونه. پارسال هم که From Software خیلی ریلکس مچ God of War Ragnarok خوابوند تا Eldering میازاکی این جایزه پرماجرا رو ببره. امسال هم 6 تا نامزد گولاخ قراره با هم رقابت کنن تا ببینیم کدوم ناشر میتونه مدال بهترین بازی سال 2023 رو روی سینش بچسبونه. همونطور که میدونیدم امسال یکی از سالهای طلایی ویدیو گیم تو دو دهه اخیر بوده و 25 عنوان با نمره متاکریتیک بالای 90 منتشر شده که در نوع خودش بی سابقه است. شما ببین اگه سال بعد جی تی 6 بیاد چه قوقایی میشه. خب در ادامه این ویدیو 6 تا بازی رو بهتون معرفی میکنیم و در آخر ویدیو هم نظر تیم گیم موشن آرت درباره اینکه کدوم بازی باید این جایزه رو بگیره بهتون میگه. شما رفقای گلم هم همین الان نظرتون رو برامون کامنت کنید و بگین که به نظر شما کدوم بازی برنده جایزه بهترین بازی 2023 میشه. اسپایدرمن 2 با نمره متای 91. اینسامنیاک بعد از اسپایدرمن 2018 و مایلز مورالز تصمیم گرفت که نسخه سومو با اقتباس بی‌نقص از کامیکا بسازه و در مخاطب پسندترین حالت ممکن روی زندگی شخصی مرد عنکبوتی زوم کنه تا مخاطب بتونه همزاد پنداری کنه و اسپایدرمن درونش رو فعال کنه. استودیوی اینسامنیاک همه ی تلاشش رو کرده تا مخاطب از همه ی بخشای بازی لذت ببره و یه تجربه بیادموندنی از یه بازی ابرقهرمانی رو داشته باشه. حضور ونوم، کریون، هری آزبورن و بقیه شخصیت‌ها نشون میده که یه تیم درست درمون پشت بازی وایساده. در کل اینسامنیاک کیفیت رو به کمیت ترجیح داده که این موضوع توی تعداد باس فایت‌ها و مدت زمان بازی کاملا واضحه. در یک کلام مختصر و مفید، روایت داستان فقط مربوط به خط اصلی بازی نیست و ماموریت‌های جانبی هم شما رو با شخصیت بازی آشنا می‌کنن. تجربه گشت و گذار توی نیویورک و پیو پیو تار زدن توی شهر در کنار فضای واقعی
گرایانه بازی و گرافیک چشم نوازش یه پکیج کامل از بازی رو در اختیار میذاره. ولی انقلاب خاصی نسبت به دو نسخه قبلی حس نمیشه و مدت زمان خط اصلی داستان برای شخصیت پردازی دو آنتاگونیست اصلا کافی نیست. ولی خب بازم دلیل نمیشه که با یکی از بهترین بازی‌های امسال روبرو نباشی، مخصوصا اگه طرفدار دنیای مارول و شخصیت اسپایدرمن باشی. اسپایدرمن 2 بهترین بازی ابرقهرمانی تاریخ نیست. Say my name. ولی قطعاً یکی از بهترین بازی‌های ابرقهرمانیه که حسابی هم به اقتباسات درست پایبند بوده. قطعاً استودیوی اینسامنیاک با عشق این بازی رو تقدیم گیمرها کرده که اگه پلی‌استیشن 5 دارین، آب دستتون رو بذارین زمین و همین الان برین سراغ بازی. آقا نه رو وایسا ویدیو تموم شد بعد با هم میریم. سوپر ماریو بروز واندر با نمره متای 92. والا چه از قدیمی ها بپرسی چه از گیمرهای جوان امروزی، کسی نیست که ماریو رو نشناسه دیگه. حتی اونایی که گیمر نیستن هم این قارچخور دوست داشتنی رو میشناسن. بازی سوپر ماریو واندر نسخه مدرنیزه همون بازیای قبله، فقط با حفظ فرمولای موفق قبلی و اضافه شدن کلی المان جدید به گیم پلی. خلاصه اگه نینتندو دارین حیفه که بازیش نکنی. بازی یک گیم پلی سرگرم کننده رو در کنار یه نقشه بزرگ با اتفاقای جالب و بامزه ترکیب کرده که هم تک نفره راضی باشین هم چند نفره کلی بهتون خوش بگذره. یکی از ویژگی‌های جالب بازی اینه که تو هر مرحله یه گل جادویی به اسم واندر هستش که اگه بگیرینش ساختار مرحله تغییر میکنه و کلی اتفاق پیش‌بینی نشده رخ میده. ماریوی فیلی رو هم دست کم نگیرید که خیلی بانمکه. از این حرفا که بگذریم، اگه یه کوچولو هم با دنیای ماریو یا خاطره دارین، نینتندو این بازی رو با عشق تقدیم شما میکنه. Resident Evil 4 با نمره متای 93. 18 سال پیش کپکام یکی از بازی‌های خاطره انگیز سری رزیدنت ایول رو منتشر کرد که قطعاً همه گیمرها تجربهش کردن و به عنوان یکی از بهترین نسخه‌های این فرانچایز قبولش دارن. امسال هم کپکام در روند ریمیک کردن نسخه‌های پرطرفدار این بازی، نسخه 4 رو به بازار عرضه کرد که یه ریمیک کاملاً وفادار به نسخه اصلیه و تغییرات لازم برای بروز شدن بازی هم روش انجام شده. داستان بازی همون ناپدید شدن اشلی خانوم، دختر رئیس جمهور آمریکاست که ویدیوی داستان کاملش رو توی کانال داریم، میتونید برید تماشا کنید. بازی از لحاظ گرافیکی واقعا چشم نوازه و همونطور که انتظار میره همه چی دقیقا تو استانداردترین حالت خودشه. مکانیزمای جدید، موزیک و صداگذاری ها، گامپلی و دریافت پاداش در ازای مینی گیم و کلی نکات ریز و درشت دیگه تجربه شما رو خوشایند میکنه. Resident Evil 4 در بهینه‌ترین حالت ممکن به نسخه 2005 وفادارانه پایبنده. شاید حسب بعضی از بخش‌های چالش برانگیز بازی به مزاق گیمرا خوش نیاد، ولی کپکام دنبال این بوده که همه بتونن بهترین تجربه را از بازی داشته باشن. تعامل با تاجرم یکی از نقاط قوت نسخه ریمیکه. من میگم کپکام قویه تو ریمیک ساختن. نظر شما چیه؟ Alan Wake 2 با نمره متای 94. امسال خدایی برای هر سبکی یه بازی اومده. ناشرا کلن دست و دل بازانه عمل کردن. استودیوی فنلاندی رمدی هم امسال تو 28 سالگی این شرکت به همراه سم لیک عزیز دل بعد از 13 سال از عرضه آلن ویک 1 امسال دنباله این بازی رو تحت عنوان آلن ویک 2 منتشر کردن که به جرئت میشه گفت در کنار مکس پین 1 جزو بهترین بازیای این استودیوی فنلاندی کار بلده. این شاهکار وحشت و بقا حتی اگه رقبای قدر تو جایزه بهترین بازی سال داشته باشه، در زمینه روایت داستانی بدون شک بی‌رقیبه و احتمالا این جایزه رو مال خودش میکنه. روایت داستان به صورت دوشاخه‌ای و عمیق و درگیر کننده است و کاملا شما رو با خودش همسو میکنه و توی اعماق تاریک داستان غرقتون میکنه. گیم پلی شاید در حد یه بازی شوتر اکشن نباشه، ولی باسای متنوع و معما و پازلای محیطی قوی در کنار ویژگی‌های اختصاصی هر کاراکتر باعث شده که تجربه آلن ویک 2 کاملا روون باشه. ولی ویژگی‌های خوب بازی که همینجا تموم نمیشه. فضا سازی و اتمسفر سازی به بهترین شکل ممکن حس ترس رو بهتون القا میکنه و شما کاملا تحت تاثیر فضای سورئال بازی قرار میگیرین و گرافیک بازی هم بی‌نهایت چشم نوازه. شاید بهترین گرافیکیه که تا الان توی بازی‌های نسل 9 دیدین.
بازم همه اینا رو بذار کنار. ترکیب گیم پلی با کاتسینای درون بازی و لایو اکشنی در کنار موسیقی کاملا هماهنگ بازی، تجربه بازی رو کاملا بی‌نقص می‌کنه و این داستان وحشتناک رو به زیباترین شکل ممکن براتون توصیف می‌کنه. در مجموع حتی اگه گیمر نیستین هم تجربه این بازی رو بهتون پیشنهاد می‌کنیم، چون این بازی ترکیب هنر سینما، موسیقی، نقاشی و بازی‌سازیه که این ترکیب هنری رو مدیون سم لیک هست. Baldur's Gate 3 با نمره متای 96. شما اگه گیمری، فارغ از اینکه چه سبکی رو دوست داری، باید این بازی رو تجربه کنی، چون استودیوی لریان گل کاشته. این بازی یه کلاس درس استاندارد در زمینه جزئیات شخصی سازیه و تنوع و خلاقیت گیم پلی بازی باعث میشه که همش غافلگیر بشی و این بازی در طولانی مدت هم خستتون نمیکنه. کاتسینا به خوبی توی بازی جایگذاری شده و تمامی رفتاراتون با سایر کاراکترها و اینکه به چه شکلی مأموریت‌هاشون رو پیش ببرین یا از اونا در تیم خودتون استفاده می‌کنین روی نحوه روایت داستان تأثیر داره. بازی شامل تعداد زیادی معما و پازله و شما باید با اتکا به قدرت تحلیل خودتون اونا رو حل کنین. البته فکر نکنین که روند بازی حوصله سربره ها، چون مبارزات بازی واقعا نفسگیره. ممکنه یه ضربه اشتباه جای برنده و بازنده رو تغییر بده. خلاصه که مبارزات مثل یه بازی شطرنج نیاز به تاکتیک و بررسی داره تا حریفتون رو کنار بزنی. باید عین گواردیولا مثل عقاب اینجوری قشنگ تاکتیک بچینی. صداپیشگی خوشگل راوی بازی و کلا موسیقی و صداپیشگی شخصیت‌ها هم که چفت این بازی درست حسابی و فانتزی شده. در کل ما با یه بازی نقش‌آفرینی ناب طرفیم که اگرم بهترین بازی سال نشه، اصلی ترین رقیب بهترین بازی سال. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom با نمره متای 96. میگم نینتندو هم واقعا شرکت مرموز و عجیبیه ها. مگه میشه شما این همه بازی خوب بسازی که نه تنها هیچ کدومشون شبیه هم نیستن، بلکه هر کدومشون یه انقلاب اساسی توی سبک خودشون به پا کردن. شما از دنبال یه بازی چی میخوای؟ داستان گیراتر، جهان بزرگتر، گیم پلی پویاتر و گرافیک چشم نوازتر؟ خب نینتندو همه این پیشرفت رو تو تیرز آف د کینگدام نسبت به بریس آف د وایلد به ارمغان آورده و هیچ چیزی نیست که توی این نسخه پیشرفت نکرده باشه. شاید بگین که گیم پلی قابلیت خاصی نسبت به نسخه قبلی نداره، اما قابلیت ترکیب آبجکت ها با هم یا با سلاحاتون خودش یه دنیای بی نهایت سرگرم کننده و خلاقیت محور براتون میسازه. و ما بازی اینو میخوایم. بازی داستان نسخه قبل رو ادامه میده و به کمک دنیای جادویی پهناور شما رو توی خودش غرق میکنه. خلاصه Tears of the Kingdom یه تجربه جهانباز و سندباکس بی نظیره که یکی از بهترین عناوین 10 سال اخیره و جانشین برحق یکی از بهترین بازیهای ویدیویی تاریخه. ببین من کی بهت میگم، این بازی قطعا از بابت خلاقیت و سرگرمی یکی از بازیهای جریانساز تو سالهای آینده است و منبع الهام کلی استودیوی کوچیک و بزرگ تو خلق یه تجربه ماجراجویانه جذاب برای مخاطبا خواهد بود. و حالا نظر ما در مورد بهترین بازی سال. آقا ما هر چی بحث کردیم نتونستیم بین زلدا و بالدرز گیت به توافق برسیم، چون از یه طرف بازی بالدرز گیت 3 واقعا یه انقلاب تو بازی‌های نقش‌آفرینیه و توی جزئیات شخصی سازی حرف نداره. از اون طرف هم زلدا فرمول کاملا موفق نسخه قبل که خودش هم گوتی شد و حفظ کرده و با ویژگی تعامل با اشیاء و ساخت و ساز کاملا خلاقانه و بی حد و مرز اومده که جایزه بهترین بازی سالو برای خودش کنه. خلاصه که هر کس ها سلام. چیزه نه، یعنی هر کسی جایزه رو برد نوش جونش باشه و حقش بوده و هیچی از ارزشای اون یکی بازی کم نمیشه. یه تشکر ویژن بکنیم از سملیک و رمدی بابت تجربه جذاب آلن ویک 2 که کاملا مستحق برد جایزه بهترین روایته. خب با این توضیحات به نظر شما برنده کیه؟ راستی با ثبت نام توی سایت گیم اوارد میتونیم به بازی مورد علاقه خودتون رای بدیم، چون نظر مردمی 10% توی انتخاب برنده تأثیر داره. قصه ما به سر رسید، جف کیلی به خونش نرسید.